آموزش پاورپوینت نسخه 2019. بعد از اینکه شما مایکروسافت آفیس رو در سیستم خودتون نصب کردید، برای دسترسی به پاورپوینت وارد منوی استارت میشین و در این قسمت بر روی نماد ویندوز کلیک میکنیم و در اینجا در صورت که آخرین نرم افزاری که نصب کرده باشید مایکروسافت آفیس باشه، در اینجا برای شما مواردی که با استفاده از این نرم افزار نصب شده مشخص میشه. در غیر این صورت میتونید با اسکرول به سمت پایین و جستجو در این بخش فایل پاورپوینت رو از این قسمت پیدا کنید که در اینجا میبینیم که در زیر مجموعه حرف پی قرار داده شده و شما میتونید این مورد رو در اختیار داشته باشید و اون رو کلیک کنید و به این محیط دسترسی داشته باشید، و یا میتونید با استفاده از سرچ بار در اینجا و کلیک بر روی اون و تایپ پاورپوینت به این صورت به این برنامه دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید با راست کلیک کردن بر روی این برنامه و انتخاب گزینه پین تو استارت یا پین تو تاسکبار این برنامه رو برای تاسکبار خودتون و یا برای منوی استارت خودتون داشته باشید. در غیر این صورت فقط کافیه که روی مورد کلیک کنید و یا ران از ادمینستریتور رو کلیک کنید تا این برنامه برای شما اجرا بشه. من پاورپوینت رو در اینجا کلیک میکنم تا وارد این برنامه و محیط کاری با اون بشم و به این صورت میبینیم که پاورپوینت نسخه 2019 در اینجا برای ما شروع به لود شدن میکنه و منتظر میشم تا این برنامه کاملا برای من اجرا بشه. قبل از اینکه کار خودمون رو با پاورپوینت شروع کنیم، این نکته توجه بفرمایید که نسخه 2019 مایکروسافت آفیس فقط برای ویندوز 10 قابل نصب هستش و در ویندوزهای پایین‌تر ما نمیتونیم این نسخه رو نصب کنیم. بعد از اینکه پاورپوینت رو اجرا کردیم، به این صورت وارد محیط کلی و اولیه این نرم افزار میشیم که در قسمت سمت چپ همونطور که میبینیم عنوان ریسنت وجود داره که آخرین پاورپوینت هایی که ما در این قسمت ساختیم رو در این قسمت در ستون سمت چپ در این ناحیه برای ما نشون میده که در حال حاضر چون این نسخه رو جدیداً نصب کردیم و هیچ پاورپوینتی رو با استفاده از این نسخه در حال حاضر ایجاد نکردیم، میبینیم که هیچ فایلی از پیش در اینجا ایجاد نشده. اما در اینجا پوشه وجود داره که میتونیم در صورت اینکه پرزنتیشن هایی رو در سیستم خودمون از قبل داشتیم رو میتونیم با استفاده از این مورد به اونها دسترسی داشته باشیم، و یا در صورت اینکه پرزنتیشن یا ارائه رو که در حال حاضر میخوایم اجرا کنیم رو در جای ذخیره کردیم، میتونیم با انتخاب Open Other Presentation اون مورد رو فراخوانی کنیم. در قسمت سمت راست و در این قسمت ما میبینیم که سرچ باری وجود داره که از این قسمت ما میتونیم تمپلیت هایی رو متناسب با موضوعی که مد نظرمون هست در اینجا نامش رو وارد کنیم و اون تمپلیت یا تم رو پیدا کنیم. و در قسمت پایین سرچ بار هم میبینیم که برای ما دستبندی هایی رو قرار داده که با استفاده از اونها هم میتونیم تمپلیت هایی رو متناسب با این دستبندی ها در اختیار داشته باشیم. از طرفی در این قسمت هم برخی از تمپلیت هایی که به صورت پیش‌فرض در خود نرم افزار پاورپوینت قرار داده شده ما میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم که حتی میتونیم یک محیط کاملا خالی رو در اختیار داشته باشیم که بتونیم اونطوری که مد نظرم هست شخصی سازی کنیم و یا از تم ها و قالب های دیگه که در اینجا هست استفاده کنیم. اگر برای مثال من منظورم این هستش که بخوام پاورپوینت رو در زمینه آموزش ایجاد کنم و برای من تم ها و تمپلیتی رو ارائه بده که متناسب با آموزش باشه، میتونم برای ادویکیشن در اینجا کلیک کنم تا برای ما در این قسمت شروع به سرچ کنه و تمامی تمپلیت هایی رو که به صورت آماده در اختیار ما هستش رو در اینجا نشون بده که میتونیم یکی از این مواد رو انتخاب بکنیم که متناسب با موضوع ما هستش. برای مثال اگر من این مورد رو انتخاب کنم و روی اون کلیک کنم، میبینیم که به این صورت برای ما یک پیشنمایشی رو نشون میده که با انتخاب create میتونم این تمپلیت رو در اختیار داشته باشم و از اون استفاده بکنم. و در این قسمت در قسمت کاتگوری هم همونطور که مشاهده میکنیم دستبندی های دیگه هم وجود داره و همچنین تعداد اسلاید ها یا به عبارتی تمپلیت ها و تم هایی که وجود داره رو هم در روبروی اون نوشته و ما میتونیم از این قسمت دسترسی داشته باشیم. در اینجا من برای بلانک پرزنتیشن کلیک میکنم تا وارد محیط نرم افزار پاورپوینت بشیم که به این ترتیب میبینیم که برای ما محیط کلی این نرم افزار به این صورت در اختیارمون قرار داده شده و میبینیم که شامل منوها و موارد دیگه هستش که هر کدوم از اونها برای ما عملیاتی رو انجام میدن و ما با استفاده از اونها میتونیم پاورپوینت که مد نظرمون هست رو
ارائه بدیم. به این ترتیب این محیط کلی هستش که ما میتونیم با استفاده از اون پاورپوینت و ارائه خودمون رو در اینجا بر اساس سلیقه شخص خودمون طراحی بکنیم. در قسمت‌های بعد با نحوه استفاده و کار با این نرم افزار بیشتر آشنا میشیم.